ما در اول من گفتم که مردم افغانستان با نگرانی سعی میکنن که نتایج مذاکرات سال به کجا می انجامه، چه نوع نظام بر مقام خواهد آمد در افغانستان. ما مشکلات دولت فعلی را میبینیم، نواقصش را میبینیم و بسیار مردم به حق از او انتقاد میکنن. همچه داری که ما قبلا نفت کردیم اقتصاد مافیایی، نفوذ حلقه های مافیایی در دولت، عدم توجه به دموکراسی، عدم قبولی نتایج دموکراسی، و در پالویش انال ما امکانات شرکت طالبا در دولت آینده که چه نوع نظام آورد. این سوال یک میلیون دلاری است که طالبا با طالبا چی گونه میتوان صلح کرد. دقیقاً برای کسی که با سیستم به انتخابات هیچ عقیده نداره، به خلافت اسلامی عقیده داره، به تئوری خلافت اسلامی عقیده. در تئوری خلافت اسلامی رأی مردم هیچ مورد نظر نیست، در نظر گرفته نشده. در خلافت اسلامی عموم شورای علماست که تصمیم میگیره در مسائل، یعنی شورای خود طالبان به صراحت گفتن که ما پارلمان نخواهد داشتیم، ما انتخابات نداشتیم، لجنه نخواهد داشتیم، ولی شورای علمای جدید ایجاد خواهد کرد، یعنی شورای ملاها ایجاد کرد. خب ما چگونه انتظار داشته باشیم که شورای ملاهای افغانستان که در مدارس دیوبندی پاکستان درس خوندن هیچ چیزی از هیچ چیزی از تاریخ افغانستان یا خبر ندارن، چون در اکثر ایجاد در خود پاکستان تولد شدن، در اونجا در این مدارس درس خوندن، در محدودی فکریشان اونمو ضوابط زندگی روستایی دهاتی حاکم است و لحاظ ایدئولوژیک زیر نظریات اسلامگرایی دیوبندی قرار دارن، اما سلفی قرار دارن که بهترین الگو برزوا، بهترین الگو برزوا نظام سیاسی اقتصادی 1000 سال قبل است، دوامی اولیه اسلام. خب این چطور میتونه یک نظام، یک کسایی که به خلافت اسلامی به ضوابط 1000 سال قبل دولت مداری عقیده دارن، این را ما بتانیم با یا به توافق برسیم برای یک نظام آینده که او برای مردم افغانستان صلح پایدار بیاره، او برای مردم افغانستان زندگی خدمات اساسی اولی زندگی را فراهم بسازه، سطح فقر از بالا از چیز کنه پایین بیاره، سطح عاید مردم بالا بره، یک زندگی مرفه برای مردم افغانستان میسر بسازه و او را افغانستان در قطار کشورهای پیشرفته جهان جای بده. این تضاد بزرگ است که این برای حل از او برای شخص مانند من فعلا ناممکن است. من فکر میکنم که یک کس این فرمول فعلا نداره، چون ما منتظر، همه ما و شما همه منتظر هستیم که طالبا بالاخره بگوین که چی نوع نظام میخواه. تا حال اینه نگفتن، تا حال هیچ جای توضیح نکردن، تا حال هیچ جا در هیچ نوشتی ما نخوندیم که وابسته دقت، بجز این که میگن ما یک حکومت اسلامی جدید میخواهیم. ولی ما میفهمیم که در جهان آینده باید چند چیز برای افغانستان ضرور است. اول یک در افغانستان دولتی ایجاد شود که او متکی به قانون باشه، یعنی دولت متکی به قانون اساسی در افغانستان موجود باشه. حتی امی طرفدارای جوی بایدن و تیم از او به موجودیت یک دولت قانون اساسی در افغانستان معتقد است. و این دولت متکی به قانون اساسی ضمانت کنه که حقوق اساسی مردم به حقوق زنا در اینجا موجود می باشه، ضمانتش وجود داره. نمیتونیم معقب برگردیم. و دیگه ای که این دولت خدمات اولیه را برای مردم افغانستان فراهم کنه و سطح زندگی را بهبود ببخشه. تنها در این صورت ما صلح پایدار میتونیم داشته. در غیر
اگر یک نظام به اصطلاح اسلامی جدید ایجاد میشه که در او مردم حق سهمگیری در دولت ندارن، در او نیازمندی های روزانه مردم، نیازمندی های زندگی مدرن فراهم نمیشه، در او به خدمات سی توجه نمیشه، در او به خدمات به معارف توجه نمیشه، این نوع نظام موقتی است، این سال هم موقتی خود، چون بالاخره باز هم باید کسایی بخیزن، مردم بخیزن و صلاح بگیرن که این نظام برهم بزنن و این آینده نداره. همچنین به این خاطر تلفیق عقاید دولت مداری امروزی، نظام اقتصادی اجتماعی مطابق نیازمندی های امروز است با چیزی که طالبان از لحاظ فکری با او بزرگ شدن و او تبلیغ میکنن، این کار بسیار بزرگ است و این یک راه حل های ابتکاری کار. من چند از پیش در مصاحبه با خانم ملغرل ملک اظهار کردم که یک تیم 5 نفری از سفرهای سابقی امریکا در افغانستان، 3 سفیر و 1 شاردافیر و 1 عمدی فوق‌العاده، یا یک راپور نشته کردن، یک گزارش نشته کردن برای جوی بایدن که در این تاکید شده که در افغانستان سال پایدار امکان نداره مگر اینکه امی مسائل را که معاون هست کردم این تضمین شد، باید تضمین شد و باید جو بایدن 2 نوع استراتژی را در نظر، یک استراتژی کوتاه مدت و یک استراتژی طویل مدت. در استراتژی کوتاه مدت باید از مذاکرات صلح حمایت شود و در این به طالبان تفهیم شود که ما یک عسکر دیگه خود از افغانستان خارج نمی کنیم مگر این که مطمئن شویم طالبان به تعهدات خود در مقابل مثالی که با امریکا کردن پابند بوده و او اجرا کردن، او تعهدات شامل ازیست که روابط خود قطع کردن با گروه تروریستی القاعده و غیره، دیگه ای که بالای امریکایی ها حمله نکردن که نکردن ایره امریکایی ها میتونن تصدیق کنن و سومی در مذاکرات سال به صورت جدی رفتار میکنن و تشجن های جا در افغانستان کم میکنن. ما حالی که اگر ایره ما ارزیابی کنیم میبینیم طالبا به جز یک موضوع که او می حمله نکردن بالای سربازای امریکایی که ایره اجرا کردن، دیگه چیز را انجام داده ما نمیفهمیم که رابط خواهد با القاعده و یا قطع کردن، چون این آسان‌ترین موضوع همیست برای طالبان، میگه ما نمیکنیم که میتونه تصدیق کنه که واقعا چطور میشه یک گروه یک سازمان اما زمینه های فکری خود نادیده بگیره و همه از یک تفکر داره. مگر آقای حقانی کیست؟ طالبان متشکل از 4-5 شورا هستند، شورای کوتر، شورای میرانشاه، شورای پشاور، شورای شمال که در او رسول کسر در فراس، شورای که در او 10% تقریبا قدرت می چیزا طالبان در غرب نظام شوراست، شورای بدخشان است. این شوراها هر کدوم با افکار مختلف افراطی در این زمین است تشکل نظریات طالبان و یا هر کدام از یا اعتباط نزدیک دارن به این گروه هایی که در پاکستان، گروه های افرادگرای مذهبی در پاکستان فعال هستن و از او تغذیه میشن. حزب جمعیت علمای اسلام رهبر طالباس، رهبر فکری طالباس و زمان تعریف طالبان بی‌نظیر بوتو گفته بود که ایجاد طالبا ایدهش از انگلیس ها بود، پولش از سعودی داد، امکانات سیاسیش امریکایی ها ایجاد کرد و ما او را اجرا کرد در این ساختم. این خود سخنهای بی‌نظیر بوتوست که موجود دارد.
و گفت اینا رو ایجاد کردن اون سلکشن میسازن. ولی اون گفت که ما بله فکر نیستن یک جنبش سیاسی بزرگ نیستن. بله 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 نیکلای ایجاد کردن. بس وقتی گفته شد که او بول بنزی به تو واضح میگه که الله فکری و هدایت از یار ما دادیم به اختیار جمعیت العلماء اسلام. حزب جمعیت العلماء اسلام. او یک سازمان دیوبندی سلفیست از لحاظ فکری. خب فضل رامان. بله بله فضل رامان. الان یا به این خاطر ای که ما طالب ها بگویه که ما روابط قطع میکنیم با این گروه ها ای خب امریکا خب قبول میکنم خودشان هست دیگه مربوط به خودشان هست. ولی طالب ها ست تشنج کم کردن در افغانستان نه به مذاکرات جدی پرداختن. حالا یکی از شرایطی را که برای جوی بایدن پیشنهاد شده ایست که بالای دولت اشرف غنی فشار بیاره که در مذاکرات ابتکاری عمل کنه. همین کلمه اضافه شده. راه‌های ابتکاری حل و مسائلی سیاسی را پیدا و همچنان بالای طالبا باید فشار آورده شده که هیچ از کار دیگر ما کم نمی کنیم مگر اینکه شما جدی در و همچنان برای جوی بایدن پیشنهاد شده که عین فشار بالای پاکستان برین بالای قوای نظامی پاکستان و قماندان قوای نظامی پاکستان که شما بالای نفوذتان بالای طالبان به کار برین که در مذاکرات صلح به صورت جدی اقدام. خب این که رای حل ابتکاری را کی پیدا میکنه؟ چی فرمانه؟ همچنان پیشنهاد شده در این پیشنهادات بر جوی بایدن که هیئت سومی باید وجود داشته باشه در مذاکرات سال که او هیئت میانجیگری کنه. موقف ما در شورای همستگی افغانای خارج از کشور همیشه در چهار مجلس می بوده که باید یک هیئت سومی میانجی وجود داشته باشه تا بتونه در رسیدن به یک رای وسطی ابتکاری کمک. هدف ما همیست که ما بتونیم یک راه ابتکاری را پیدا کنیم که او بتونه حداقل تقاضای طالبا و نماده در خود حیات دولت هم متجانس نیست. طوری که دیدیم بیشترین اعضای ازی از امو تنظیم های جدید تشکیل شده و حال با ایجاد شورای مصالح ملی میبینیم که این شورا میخواه انحصار کنه توافق بالای مصالح سیاسی را برای خود برای مجاهدین تنظیم های جدید انحصار کنه و نقش پارلمان افغانستان نقش لوی جرگه را در افغانستان نقش مردم افغانستان در این به حد اقل بسازه و یادآوری نکنه. یعنی هرچی تصمیمی شورا بگیره باید قابل قبول. این تصمیم این نوابرداش خلاف قانون اساسی است، خلاف عرف است و خلاف مشروعیت دولت و خطر است. اگر امریکا بخواهد در این مذاکرات دوحه نمیتونه که اینا رو سر جایشان بشونه، پاکستان از یواز یک توجیه کنه اینا رو تحت فشار قرار بدین، پاکستان بگه که کمپایز اینا رو در پاکستان بسته کنه، مراکز تربیت و تولید طالب بسته کو، اکمالات اقتصادی اینا را و شیریان‌های اقتصادی طالبا را بسته کنن. اگه اینا بخواین که طالبا را بردارن از میان و یک دولت مدرن ملی و دموکرات در افغانستان ساخته شه و افغانستان رای شورای ترقی و پیشرفت بگیره و یه دارای یک نظام ملی گرا و باثبات باشه، اینا میتونن که از این چال‌ها از این تکنیک‌ها از این امکانات از این قدرت استفاده کنن. آیا میتونه یک نیروی سیمگه بتونه که دولت و طالب بشانه و توافق بده که بیدن این سنگ با هم یک جای برداره؟ نه خیر محترم قایمت به این سادگی نیست. ایتو سیاست وجود نداره. سیاست امریکا و قدرت را که فکر میکنه نداره. امریکا پیشتر گفتن که خود از اینا گفتن که ما اینا را ایجاد کردیم. بله ایجاد کردن، اما امروز ای به یک هیولای مبدل شده که دوم سگشون میده. یک زمان بود سگ دومشو میده، آل دوم سگشو میده. شما دیدین که امریکا چقدر کرنش کرد در مقابل طالبا در مذاکرات سال. هر چیز طالبا گفت قبول کرد. بله. برزی که منافع طالبا میتونن به امریکا بگوید ما منافع استراتژیک در منطقه تامین میکنیم. دیگه چی میخوایی؟ تو را با این چی که در افغانستان حکومت اسلامی یا حکومت
سوسیالیستیست یا دموکراسیست اون چی؟ ما منافعت تأمین میکنیم و امور او خوش بود و متوفق نامیره که با طالبا بسته که تحلیل داد همین چیز هست در اقتصاد که گفته میشه این حکومت اسلامی جدید میاید و منافع امریکا را حفظ میکنه. اما امریکایی ها بسیار مردم و پارلمان و همه از گروه بایدن یا به این مطمئن نیستن که منافعشان حفظ میشه با این کار. ما پیشتر عرض کردیم که طالبا سال گذشته 1.5 میلیارد دلار عاید داشتن از منابع داخل افغانستان. بله. خب شما وقتی که کسی 1.5 میلیارد دلار عاید داشته باشه دیگه به امریکا چی وقت میگذاره؟ امریکا 120,000 سرباز در افغانستان داشت، تانست طالبا رو شکست بده؟ نه خیر، نتون. امریکا با موجودیت 120,000 سرباز تانست پاکستان چیز بزنه متی خود کنه؟ نه خیر. پاکستان همیش سیاست دوگانه رو بازی کرد در مقابل غرب و در مقابل دولت افغانستان و طالبان و حامی در جوان طالباست و منافع استراتژیکی خود در منطقه چه میخواهد. کشورهای روسیه، ایران، چین، کشورهای آسیای میانه بر از او مهم است که افغانستان تبدیل نشه به یک مرکز صدور انقلاب اسلامی او داعشی. و ترس از طالبان ندارن، ترس از او از داعش، داعش دولت اسلامی خراسان هست. و یکی از پیشنهادهای جنرال حمیدگل پیش از وفاتش در یک مصاحبه گفت که باید پاکستان در اون زمان که هنوز داعش نامده بود به افغانستان که پاکستان باید از طالبا استفاده کنه در مقابله با داعش. این سیاست فعلا روسیه انجام میده، این سیاست ایران انجام. ایران چرا با طالبا رابطه؟ برای که برای ایران خطر از طالبا موجود نیست که خطر از داعش وجود.